درود عرض ادب خدمت همه عزیزان، من معلم دوره آموزشی شما. من نحوه ساخت وبلاگ در خدمتتون هستم که اولین نیاز و پیش نیازی که شما نیاز دارید برای وبلاگ ساختن یک جیمیل هست و پیش نیاز دیگه ای لازم نیست. ما در همین ابتدا میتونیم google.com رو کلیک کنیم، وارد چنین بخشی میشیم. در این بخش شما میتونید وارد این خونه های گوشه بشید، وارد گوگل اپس بشید، میاید پایین و تو قسمت بلاگر کلیک میکنید، وارد چنین صفحه میشید. اگر حالا آلمانی یا انگلیسی و مشکل براتون، میاید پایین این قسمت و فارسی میکنید زبانو. وقتی زبان فارسی میکنید ایجاد وبلاگ رو میزنید. ایجاد وبلاگ رو میزنید باید با استفاده از اون جیمیلی که خدمتتون عرض کردم وارد برنامه پیدایشی رمزتون رو میزنید. در این قسمت شما وارد بلاگر شدید ولی هنوز وبلاگتون رو نساختید. ایجاد وبلاگ رو میزنید، عنوان رو به طور مثال انتخاب میکنید آزادی. و میزنید بعدی. میاد تو این قسمت، حالا باید نشانی وبلاگتون رو مشخص کنید. اینجا میزنید دوباره آزادی. حالا هر چیزی که دوست دارید. این چیز شخصیه و شما خودتون میدونید. هم اسمش و هم این نشانی. ولی اینجا نوشته متاسفانه این نشانی وبلاگ در دست است. یعنی که یکی قبلا اینو استفاده کرد. من میذارم دوتا. بازم می نویسه. سه چهار تا می زنم. بیشتر می زنم و اینکه این دفعه میگه این نشانی وبلاگ در دست است. من ذخیره رو می زنم. اینجا وبلاگ من ساخته شده. تو این بخش که وبلاگ من ساخته شده، ما میتونیم اول بریم وارد تنزیلات. من یه سری توضیحاتی به شما بدم. شما اینجا میتونید عنوان آزادی که انتخاب کردید تغییر بدید. دوش کلیک میکنید و میتونید تغییر بدید. زبان وبلاگتون الان فارسیه. اینا یه سری محتواست که حالا زیاد به کارتون نمیاد و البته میتونید محتوا بزرگسالان بده ولی خب خواننده هاتون محدود میشن. آدرس وبلاگتون، من خدمت عزیزان عرض میکنم آدرس وبلاگشون برای من ارسال کنم، من چنین آدرسی از شما میخوام که برام ارسال کنید. نزد این یک مورد دیگه ای که هست، اینجا سرپرست و نویسندگان هست که اسم خودتون رو اینجا هست، اگر نبود میتونید وارد کنید اینجا. البته بر اساس خود وبلاگتون اینجا اسمتون هست و میاید اینجا میتونید تعداد پستایی که توی وبلاگتون نشون داده بشه رو اینجا ببینید. مثلا بگید 10 تا پست رو من توی صفحه اولم نشون بده، 7 تا رو نشون بده، 20 تا رو نشون بده، هر تعدادی که شما بخواید. اینجا وبلاگتون، اینجا جیمیلتون رو میتونید ببینید. اینجا میتونید ساعتتون رو تغییر بدید. مثلا اگر آلمان هستید، من حالا آلمان مثال میزنم، میتونید اینجا برلین رو پیدا کنید و اینکه برلین رو انتخاب کنید که بتونید و اینجا برلین رو انتخاب میکنید و تایید ذخیره رو میزنید. میاد پایین، اینجا میتونید حالا یه سری کارا انجام بدید که حالا زیاد اینجا اگر حالا تخصصی تر بشه میتونید ازش استفاده کنید. اینجا حتی میتونید وبلاگتون رو حذف کنید هر وقت بخواید. و اینکه این بخش اینجا هم نمای کاربریتونه، اینجا بتونید اطلاعاتتون رو نشون میده. این از تنظیمات. من دوباره برمیگردم توی قسمت پست ها. شما توی این قسمت حالا وبلاگتون ساخته شده ولی وقتی که مشاهده وبلاگ رو میزنید ببینید چنین وبلاگ خامی رو دارید. اینو میبندم، میام تو قسمت طرح زمینه. یه سری طرح‌بندی ها اینجا هست میتونم انتخاب کنم. میام توی این قسمت و یک یا این طرح رو دارم کنم، این طرح رو انتخاب میکنم و اعمالش میکنم، تایید میکنم. حالا مشاهده وبلاگ رو میزنم. تو این قسمت ببینید وبلاگ من یه طرح بندی براش ایجاد شد.
خب تو این قسمت من وارد پست ها میشم، میخوام یک پستی ارسال کنم که شما ببینید بشه شد. پست جدید باز میکنید و حالا میخواید یه خبر پیدا کنید، میاد اینجا بشریت رو میزنید بشریت.org میاد تو قسمت پیوند ها اشتانید با ما پیوند ها طور مثال هرانه رو انتخاب میکنید، مثلا میتونید این خبر براتون جالبه و تو سایت تو وبلاگتون باشه، تصویرش رو ذخیره میکنید توی خود سیستمتون یا گوشیتون، عنوان کپی میکنید میایید اینجا توی عنوان پیستش میکنید، اینجا اخبار میگیرید تا اینجا قرار میدید. قبل از اینکه این متن رو اینجا پیستش کنید یه سری ابزار هم اینجا هست که اینجا شما میتونید از هر کدوم اینا استفاده کنید، متن رو کوچیک بزرگ کنید، نوع قلمتون رو مشخص کنید، بولدش کنید، کجش کنید، خط زیرش بکشید، خط وسط باشه، رنگش رو عوض کنید، پس زمینه نوشتارتون عوض کنید، تصویر درج کنید، فیلم درج کنید، چپ راست راستین کنید که حالا من اینجا یه تصویر حالا فعلا اینجا میذارم تو این قسمت که بتونم همون تصویری که دانلود کرده بودم اینجا، متاسفانه این تصویرم نیست، منو لغوش میکنم، میام اینجا تصویری که دانلود شده بود، بله این هست اگر اشتباه نکنم، بله این انتخاب میکنم، میام اینجا، اینم یه سری چپچین داره، راستچین داره، وسطچین داره، میام اینجا اینو بزرگش میکنم یه کوچولو، میام اینجا کپی پیست میکنم، متنم نوشته میشه، کل متنم رو میگیرم، اگر بخوام بزرگترش میکنم و اینکه موضوع دیگه هم نمیمونه، میام اینجا هم ترازش هم میکنم که صاف و قشنگ میشه مرتب. اینجا گزینه هست بیدید اینجا کامنت ها رو ببندید، من همیشه کامنت ها رو میبندم، مکان مهم نیست، این پیوند ثابت هم صرف هیچ اهمیت خاصی نداره، میتونید اون تغییرش بدید، میتونید اون پیوندی که نشون بده این پستتون رو اینجا منتشر میکنید چه تاریخی و چه ساعتی این پستتون، برچسب ها خیلی مهمه، میتونید استفاده کنید، به طور مثال میاید و توی این بخش هشتگ میزنید مثلا بهاییان، البته این اعتراضات به بهان من اشتباه گفتم بهاییان، پس من اینو اعتراضات میکنم، هشتگ اعتراضات میزنم، همیشه توجه کنید چون بعضی موقع آدم ذهنش درگیره و درست نمیتونه اون چیزی که باید کاری که انجام بده انجام بده. خب پس این اعتراضات رو میزنید، اینجا یک علامت ویلگول مانم میزنید که این ثبت بشه، انتشار رو میزنید، تایید میکنید، البته میتونید بچه از بابا هشتگ های دیگه بزنید. میام دوباره من مشاهده وبلاگم رو میزنم، اینجا برام این پست انتشار پیدا کرد، ولی خب خیلی طولانیه اینجوری، من میام تو پستام دوباره روش کلیک میکنم، میام اینجا یه اسپیس میزنم، این خط تیره رو میزنم که یه خط تیره براش کشیده بشه، رزوسانی رو میزنم، میام بیرون اینجا یه رفرش میکنم، اینجا نگاه کنید به چه صورت شد دیگه، حالا الان اون شخص که میاد اینجا وبلاگ من میبینه به راحتی میتونه اینجا خودش اگر بخواد میتونه بازش کنه و بخونتش، چون اگر بخواد مثلا 10 تا شما پست داشته باشید، 10 تا همینجوری متن هم طولانی داشته باشه، این باعث میشه که اون شخصی که داره وبلاگ شما رو نگاه میکنه خسته بشه و اینکه دیگه از وبلاگتون بیاد بیرون. خب این قسمت پست ها بود، من میریم تو قسمت صفحه ها، کاری که باید انجام بدید شما
میاد تو قسمت صفحه جدید رو میزنید، میاد دوباره تو همین قسمت، دوباره این پست جدید باز میشه، میاد اینجا دوباره بشریت رو میزنید، میاد تو قسمت حقوق بشر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رو باز میکنید، این عنوانش رو کپی میکنید، پیست میکنید اینجا از این بالا تا پایین، چون به عنوان یک فعال حقوق بشر شما باید این موارد رو توی وبلاگتون درج کنید و داشته باشید. این انتشار میدید، ثبت میکنید، صفحه جدید باز میکنید، میاد دوباره توی این قسمت، این دفعه به طور مثال سند 23 رو میزنید، این دومین موردیه که باید شما تو وبلاگتون داشته باشید. پیست میکنید و انتشار میزنید، تایید میکنید، میاد اینجا این دفعه اعلامیه جهانی و بشر میزنید، میره تو صفحه میبینید دوتاش فعلا هست، دوباره صفحه جدید، میاد اینجا اعلامیه جهانی و بشر اینجا پیست میشه، دوباره از این بالا میای تا این قسمت آخر آخر کپی میکنید، پیست میکنید و انتشار رو میزنید، تایید میکنید و اینجا سه تا صفحتون هست. ولی خب اگر اینجا مشاهده وبلاگتون رو بزنید شما چیزی اینجا نمیبینید به عنوان فهرست. چیکار باید کرد؟ میاد تو قسمت طرح بندی هاتون، تو این قسمت میاد یه جا نوشته صفحات، ویرایش رو میزنید و افزودن مورد جدید رو میزنید، یه کلیک میکنید، قانون اساسی میاد، ذخیره میکنید، گزینه بعدی اعلامیه جهانی حقوق بشر ذخیره میکنید، سند 23 و و این آخر زده خیره هم کلیک میکنید، اینجا میاد تو وبلاگتون هنوز چیزی نیست، یه رفرش میکنید و اینجا این سه مورد توی وبلاگتون درج میشه. این هم از این مورد. مورد دیگه که میمونه که حالا اگر بخواید وبلاگتون این ذره بهتر کنید، یکم هیپری تر بکنید، شما میتونید وبلاگ خودتون هم، من یک راسته بیام وبلاگ رو نشون بدم بهتون، شما وقتی روی این متن کلیک میکنید چیزی بهتون نشون نمیده، اما اینجا من خدمت دوستانم عرض میکنم لینک وبلاگشون بفرستم، منظورم اینه، اینو باید بفرستم، اینو حالا چند بار تاکید میکنم که دوستان اشتباهی لینک دیگه این نفرستم، و اینکه اینو کپی میکنیم اینجا روش میزنید چی شلیکی نشون نمیده، میام تو پستا اینجا کلیک میکنم، میام اینجا کل مواردمو میگیرم این پایین، میام تو قسمت این قسمت پیوند کلیک میکنم، اون لینک وبلاگمو میذارم، اعمال میکنم و ذخیره به روز رسانی میکنم و برمیگردم توی پستم، میام اینجا یه رفرش میکنم، نگاه کنید از این بعد روش کلیک میکنم، این روش کلیک میکنم، این پایین سمت چپ نوشته، نگاه کنید آدرس وبلاگتون رو میزن. و یک مورد دیگه ای که میتونید تو قسمت طرح‌بندی چیزهای جدید و موارد جدید به عنوان ابزار اینجا بهشون اضافه کنید و میتونید بخش های مختلف رو مترجم اضافه کنید، مثلا ذخیره میکنید و مترجم میاد بالا، حالا الان نگاه کنید مترجم اومده این بالا براتون قرار گرفته، حالا اگر بخواید اینو بکشید میارید پایین توی این قسمت جستجو وبلاگ هم میارید پایین، صفحات بالا باشه قشنگ، اینجا ذخیره رو میزنید، پایین میسید که در حال ذخیره سازیه و اینجا مشاهده وبلاگتون رو میزنید و اینجا به همین صورت میتونید موارد رو بهش اضافه کنید. این هم از این مورد و مورد دیگه ای نمیمونه و به این صورت شما میتونید با وبلاگتون کار کنید.
براتون آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که وبلاگتون به اصطلاح پربار باشه و بتونید پستای خوبی توش به اشتراک بذارید.